دانشگاه و پوهنتون، درد بیدرمان قانون تحصیلات عالی در مجلس نمایندگان. بحث قانون تحصیلات عالی در مجلس نمایندگان باز هم بی نتیجه ماند. ازدواج مجدد رئیس جمهور ونزوئلا، جانشین هوگو چاوز با دادستان پیشین این کشور ازدواج کرد. سلام و وقت شما بخیر. با فراخبر با من یماسیاوش خوش آمدید. قانون تحصیلات عالی باز هم به دلیل اختلاف بر سر واژه دانشگاه تصویب نشد. این قانون سالهاست در مجلس نمایندگان بی سرنوشت دست به دست می شود. در متن پشتو این قانون که در آن تنها واژه پوهنتون نوشته شده، اختلاف نظری وجود ندارد، اما برخی نمایندگان مخالف استفاده از کلمه دانشگاه در متن فارسی این قانون هستند. مخالفان واژه دانشگاه این واژه را خلاف مصطلحات ملی و وارداتی می خوانند، اما موافقان می گویند که دو زبان رسمی در کشور وجود دارد و استفاده از این کلمه مانعی ندارد و استفاده از زبان مادری است. بیشتر از این، مجلس نمایندگان از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، شورای علمی وزارت تحصیلات عالی، اکادمی علوم خواسته بود تا مصطلحات علمی و اداری را تثبیت و شناسایی کند. اما چرا اختلاف بر سر واژه دانشگاه؟ هیله ارشاد رئیس کمیسیون تحصیلات عالی مجلس نمایندگان و فرهاد عظیمی عضو مجلس نمایندگان برای بحث بیشتر با ما هستند. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز. خانم ارشاد، چند سال از این قانون دست به دست میشه بی نتیجه، چرا اختلاف بر سر واژه دانشگاه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم و بنده بسیار محترم تلویزیون طلوع و میهمان عزیز برنامه و جناب شما. سلام. اصلا از دوره 15 که قانون تحصیلات عالی به ولسی جرگه محول شده، فقط روی مشکل کلمه دانشگاه و پانتون این قانون تصویب نشده، که در دوره 16 از سال گذشته به این طرف در کمیسیون روی از قانون کار کردیم. اگر مشکل تکنیکی و لفظی چیزی داشت، تقریبا همیشه اصلاح شد، برای اینکه همیشه پانسایبام را ما در جلسات ما اشتراک داشتن و همچنان نماینده محترم وزارت عدلیه و نماینده محترم وزارت مالیه و رئیس پانتون کابل و نماینده تحصیلات عالی. خب از سال گذشته به این طرف روی از کار میکنیم و از ماه اول به این طرف جلسات مشترک داریم که ما روی مواد مختلف قانون اساسی ببخشیم قانون تحصیلات عالی به توافق رسیدیم، بجز نو ماده، که نو ماده اختلافی به جلسه عمومی آورده شد. در جمله نو ماده اختلافی هم باقی مواد به تصویب رسیده از طرف ولسی جرگه، اما یک ماده که ماده سوم است که در اونجا کلمه ماسه تحصیلات عالی تشریح شده، روی ازی یک اختلاف نظر وجود داشت که ما باید کلمه دانشگاه را درج قانون تحصیلات عالی کنیم. یک تعداد از وکیل صاحبای محترم اعتراض داشتن به اساس ماده 14 قانون اساسی که در اوج ذکر است که مصطلحات ملی و اداری باید حفظ. ماده 16 است، ببخشید. خب نخیرنی ماده 14 است که میگن باید مصطلحات ملی و اداری حفظ شد، ماده 16 باز میگه که به هر زبان میتونه که تدریس صورت بگیره. خب بر صورت وقتی که اختلاف نظر به وجود آمد، چون در قانون اساسی آمده که مصالحات ملی و اداری باید حفظ شود، ما کلمه حفظ به دو مرجع که سر محکمه بود و کمیسیون تطبیق بر نظارت و تطبیق بر قانون اساسی روان کردیم که اونا نظریات خود دادن. در مکتوبی که از طرف سر محکمه آمد به شکل واضحی گفتن که هیچ وقت نمیتونیم که ما مترادف به مصطلحات ملی و اداری بیاریم، اما که او مورد قبول وکیل صاحبا قرار نگرفت. اما مکتوبی که از طرف کمیسیون نظارت آمده بود قسما مورد قبول وکلا قرار گرفت و در اونجا آمده که در جمله در جمع امی قانون ما باید یک ماده اضافه کنیم به شکل که مصطلحات علمی و اداری مروج در کشور به زبانهای رسمی کشور توسط مراجع علمی و تحقیقی تعیین و سپس در یک مقرره خاص گنجانیده میشه. این مکتوب از طرف یعنی ابتدا فهمیده شود که مصطلحات ملی چه است و سپس اونی بحث دانشگاه و پانتون. بله، لست یعنی درست شوه، یعنی ایرام دیده شوه که کلمه دانشگاه اگر یعنی مترادف در قانون بیایه مشکل داره یا نداره. در امور روز در ولسی جرگه رای گیری صورت گرفت. به استثنای دو رای مخالف تمام وکیل صاحبا کارت سبز بلند کردن که روی متن زی ماده باید کار کنیم، چون این متن مکمل نبود.
اینال در کجای ازی مکمل نبود که هموطنهای ازبک ما و سایر ملیت ها اونا میخواستن که در هر ولایتی که تید اکثریت باشنده های از ولایت به زبان سیومی تکلم کنن که او هم خود زبان رسمی است. بنان ما ماده 16 هم بی زیاد کردیم که یعنی به اساس ماده 16 هم یعنی در هر ولایتی که اکثریت مردم به زبان صحبت میکنن باید به مو زبان هم میتونن که مصطلحات خود مختص به خود داشته باشه که تقریبا 3-4 هفته بشه که فقط و فقط روی متن از ما کار میکنیم که متاسفانه هیچ وقت به توافق نرسیدیم. چرا؟ خیلی کوتاه بفرمایید. کوتاه نمیشه، باید تشریح کنم. برای اینکه اینجا گفته شد که اگر روی امین متن حالا آقای عظیمی فکر میکنین که مخالفان واژه دانشگاه با چه استدلالی چرا نمیخوان این واژه در این قانون باشه در متن فارسی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. البته با یک نکته میخوایم خلاصه بکنم که یک دیدگاه فارسی ستیزی در این ستیزی در فکر و وجود دوستانی که نمیخواین که واژه دانشگاه در قانون تسجیل شه وجود داره. دیگه هیچ کدام دلیل ما نداریم در این قسمت، از لحاظ قانونی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ عرفی و تعاملی موضوع به صورت واضح و مشخص بارها چی از طریق رسانه شما، چی در داخل پارلمان، چی در کمیسیون مشترک بیان شده. متاسفانه شما ببینید موقعی که جامعه مدنی میخواهد این باره صحبت بکنه، اعضای جامعه مدنی که نشستن صحبت میکنه، اونا ببینید که منصوب به کدام زبان است. وقتی که استادای دانشگاه میخواین صحبت بکنه، خوب دقیق شوین که اینا مربوط به کدام زبان است، زبان مادرینشان کدام است. هر نهاد دیگه هم که وقت زبان مادریش غیر از دری بوده باشه، میگه که نه، اصطلاح ملی است و پنتون باید بوده باشه و گاهی از اسم خاص و اسم عام یادآوری میشه و گاهی در داخل پارلمان وکلا همین دیدگاه را داره. ولی در کمیسیونی که در اونجا تنوع زبانها وجود دارد، عملا نگاشته شده که تسجیل واژه دانشگاه یا سایر اصطلاحات مترادف از لحاظ قانونی بلخص با استناد ماده 16 قانون اساسی که تمام زبانها را رسمیت بخشیده و دو زبانی که پشتو و دری است او را رسمیتش بیخی تضمین شده، هیچ کدام ممانعت نداره. ما امروز در پارلمان هم با این دوستا گفتیم که دوستای عزیز، استادای عزیزی که در بیرون هستین، جامعه مدنی که در بیرون هستین، وقتی که شما دلتان به افغانستان قدر میسوزه و میخواین که قانون زود تصویب شه، چرا همیشه چی وکلای داخل پارلمان ها چی بیرون تحریک میکنین که نه دانشگاه نپذیرین؟ اگر دانشگاه پذیرفته شوه چی ضرر میرسانه به کسانی که پشتو صحبت میکنه؟ ما زبان مادری ما دانشگاه هست. یک کسی که پشتوش بسیار ضعیف است و او زبان پشتو صحبت میکنه، زبان مادریش پشتو است، او به من تفهیم میکنه که دانشگاه کلمه ایرانی است، کلمه تاجیکی است، این کلمه ورودی است، اینطور است، اونطور است، اونطور است. وقتی که استادگاه و لشکرگاه برش استناد میشه با چپ میباشه. من در این تعجب میکنم که زبان از من ولی وکلش کسی دیگه داره. زبان مادری ما با او زبان صحبت میکنم، حق مسلم ماست که در او باره زبان ابراز نظر بکنم. کسی دیگه برم میخواد دیکته بکنه که نه، تو این اصطلاح را استفاده کو، این اصطلاح را استفاده نکو. برادر عزیز، وقتی که تو اولس مشر میگی، ما در کجا گفتیم که تو اولس مشر نگو؟ وقتی که ما سارنوالی را قبول کردیم، وقتی که ما استر محکمه را قبول کردیم، وقتی که ما خود افغانستان را قبول کردیم و ای که دوستا میگن که افغانستان تمام مردم افغان است، بسیار لطف میکنن این دوستا، ولی چی کنیم که واقعیت طور دیگر است و واقعیت طور دیگر است که ما نمیتونیم چیزی کار بکنیم. ولی وقتی که ما افغانستان قبول کردیم، ما در پاسپورت هایی که به بیرون میریم خود افغان خطاب میکنیم، لوی سارنوالی میگیم، استر محکمه میگیم، در مسائل دیگه هیچ کدام جنجال ندارم. یک دانشگاهی که ما میگیم که در قانون تسجیل شه، او را شما مخالفت میکنید و میگین که مچ مکتوبا به فارسی نوشته شده. مکتوب به فارسی نوشته شده، این یک زبانی است که تمام اقوام افغانستان وقتی با هم دیگر که پشتون و تاجک صحبت بکنه با هم دیگر فارسی صحبت میکنه، ازبک و تاجک با هم دیگر صحبت بکنه فارسی صحبت میکنه، اگر ازبک و پشتون صحبت بکنه، این که به صورت طبیعی این زبان رشد و نمو گسترش خود پیموده، این تقصیر ما نیست به عنوان کسایی که با زبان صحبت میکنیم. من فکر میکنم که مشکل اساسی در این است که فقط این دوستا
وعدت ملی در همیشه میار قرار میتن مچم اتفاق و امزیستی مسلمت آمیزه میار قرار میتن وقتی که خودشان در یک موقع قرار میگیره که باید عملا وعدت ملی و امزیستی مسلمت آمیز و درک یک دیگر به نمایش بگذارن در اونجا باز به یک نکته اکتفا میکنه که نه ای باید ایطور باشه ایطور نبوده باشه چنانچه که مسئله هویت هم روز قبلی بنابه عمل دکتاتورانی آیت اداری یک تصویب صورت گرفت که ما این صورت هم نگرفته و ما اعتراض خود در او قسمت هم داریم و امروز عملا رسما اعتراض خود تقدیم کردیم و این فقط ناشی از این میشه که در این کشور بسیار کسا زندگی میکنن در درون مجلس سبب شده که یک تعداد نمیپذیره قانون همچنان زندانی بانه. خانم ارشاد شما شنیدین حرفای آقای عظیمی را، موافق هستین با این حرفا که فارسی ستیزی سبب شده حالا واژه دانشگاه را یک ادعای بگویند که نه این وارداتی است و کسان دیگه از زبان دیگه بیاین تکلیف یک کسی را به زبان فارسی تعیین بکنن؟ ما به کلماتی که آقای عظیمی گفتن به او کلمات نمیخوایم بگیم، میخوایم جمله خود تغییر بدیم. تبعیض عجیب و غریب در شورا وجود داره از طرف کیا؟ از طرف همگی، از طرف همگی، از 247 وکیلی که از 246 وکیلی که فعلا هستن همگی تعصب داره. این تعصب ما به چشمش سر در قسمت تقسیم کوچه ها به حوزه ها دیدیم. از امروز روز من متعقن شدم که در این شورا 100% تبعیض وجود داره. یک نفر هم شما نمیتونید پیدا کنید که بگویه که واقعا قسم که از میسه گفتن که پشتو گپ بزنه و بگویه چی فرق میکنه دانشگاه میگم. یک نفر در زبان شما در شورا پیدا نمیکنه که بگویه چی فرق میکنه پانتون باش. این خودش یک تبعیض است. ولی آیا مخالفت هست بالای واژه پوانتون؟ اگر که مخالفت می بود که امروز ما به دوستان نمی گفتیم، گفتیم که وقتی ما میگیم که وحدت ملی، ما خود نگفتیم که پوانتون است شوه، ما خود نگفتیم که پوانتون نبوده باشه. حتی در متن دری ما میگیم حاضر هستیم میگیم که پوانتون بوده باشه در پهلوی پوانتون دانشگاه نگاشته شوه. حتی در متن پشتو هم ما هیچ کار نداریم میگیم که چون پوانتون یک کلمه پشتو است بگذارین که در متن پشتو تنها کلمه پشتو گذاشته شوه. ولی شما ببینین که در متن فارسی هم دوست قبول نداره که در پالوی پانتونی که اونجا تسجیل میشه به زبان دری دانشگاه بوده باشه. اینا لینا بگوین خانم ارشاد که آیا این کسایی که گفتن که در این زبان ها تعصب میکنن تبعیض میکنن، اینا تبعیض میکنن یا پشتو زبان ها تبعیض میکنن؟ همه ما شما تبعیض میکنیم، از قدشون پوشی نکنیم آقای عظیمی. شما هم تبعیض میکنین، ما هم تبعیض میکنیم. ما چی تبعیض کردیم؟ مگه ما تبعیض میکردم میگفتم در متن ببخشید در متن دری میگفتم پوانتون نبوده باشه. بیاین که ما برتان بگویم که ما میخواستیم شیوه بیاین ما برتان این موضوع رو بگویم که ما میخواستیم که به شیوه اصولی و قانونی همی کلمه هم درج قانون شوه، چون که اونم یک موضوعی را که داشتیم که از 6 7 سال است که در روی شورا گپ زده میشه که مصالحات ملی و اداری باید حفظ شوه. خب سر از این ما مکتوبا رو روان کردیم، اما راه حلش چی بود که ما واقعا یک ماده رو باید میگنجانیدیم در قانون که گنجانیدیم. امروز مشکل چی بود؟ این سوال قبلی تان این عالمه برتن جواب. مشکل چی بود که ماده رد شد؟ ما برتن این ماده رو میخوانم کجای از این ماده تبعیض داره؟ مصطلحات ملی علمی و اداری مروج در کشور به زبانهای رسمی کشور مطابق به ماده 16 قانون اساسی در قانون جداگانه تنظیم میگردد. ای باید یک قانون جداگانه، یعنی زمانگیر بود. ما عجله داشتیم که قانون تحصیلات عالی پاس شوه، اما اینال وقتی که این قانون اول کلگی رضایت داشتن، کلگ کس مشکل نداشت، بعد متوجه یک دو سه نفر از وکیل صاحبا متوجه شدن گفتن خب اگر ما این ماده را روان کنیم، چون در باقی قانون کلمه پوانتون وجود داره، بنان کمافیل سابق پوانتون به جای خود بمانه، آیا که دانشگاه یک جشوه نشوه این ماده دیگر فرستاده نشد. اما نظر من چی بود؟ شخصا من خودم، من نکنم میراث دارم نه تعصب دارم و الحمدلله در دو سال که شما بودیم همگی میشناسیم. خانم ارشاد شما موافق درج کلمه دانشگاه در متن فارسی اصولی و قانونیش که این راه حلش بود؟ نه، این شکل اصولی که میگین یعنی چی گونه؟ یعنی اینی مادر روان میکردیم مراجع علمی و تحقیقی او رو داخل تا یک قانون جداگانه، چون این زمانگیر بود، شاید 2 ماه وقت میگرفت، شاید 3 ماه وقت میگرفت، اما 3 ماه کلمه پوانتون تحمل نشد. ولی اگر واژه دانشگاه در ستون فارسی این قانون گنجانده شود، این فکر میکنین چه مشکلی حالا آقای عظیمی مطرح کردن، چه ضرری برای دیگران خواهد داشت؟ نه، در متن فارسی خوب باز غلط که پس نه، اگر ما میاریم که پوانتون در متن پشتو باید در پیشوریش دانشگاه بیاریم در متن پشتو، وقتی که در متن داری
خود نمیشه شما بگید اینجا سر محکمه حالا این دو زبان هست اون واژه های خود را دارم این واژه های خود را اگر در فارسی دانشگاه و در پشتو پوهنتون ذکر شود این اشکال کار در کجا است چه مشکل دارم مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی چرا ما رو پشت نخود سیاه خیروان کرد گفتن اگر ماده درست کنید چرا روز اول تمام وکیل روی ماده تاکید کردن گفتن فقط متن چرا باید مجلس نمایندگان کار خودش را اینقدر دشوار بسازه و روان کنه و حالا دادگاه عالی وزارت تحصیلات عالی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی خود نماینده ها چرا نمیخوان که در اینجا مشکل را حل کنند باز برتان تکرار میکنم که تقریبا یک تعداد زیاد وکیل سربا میگفتن که به اساس ماده 14 قانون اساسی که مصطلحات ملی و اداری باید حفظ شوه اینال حفظ شوه را وقتی که ما تشریح خواستیم یک مرجع یک چیز گفت مرجع دیگه یک چیز گفت چون ما شخصا بسیار میخواستم به طرفان عمل کنم ایره به جای راجع کردیم که در وزارت تحصیلات عالی در شورای عالیشان در اونجا در رأسش مارشال صفحیم قرار داره و همچنان دیگه اعضایشان هم دقیق کلشان نمیشناسم یک مرجی است که تقریبا آدم های بیطرف هستن و از هر زبان از هر ملیت هستن بگذارین که اونا تصمیم بگیرن که آیا در قانون میشه که هر دو کلمه را یک جای بریم اما این رقم ما نشیندیم که چیزی در پشتو یک رقم نشه کنن در دی دیگر رقم به نظر ولی این دو تا زبان است دی به نظر ما دوش باید ده فکر میکنی شما یک زبان است فارسی و پشتو چرا ما تو فکر کنم ما بعدن تو فکر نمی کنم نه ما بعدن تو فکر نمی کنم ما امروز دری گپ میزنیم از همین بفهمین که ما تو فکر نمی کنم چون ما از پدر پدر کلام پشتون بودیم اما به دری گپ میزنیم همیشه هیچ وقت آقای عزیزی شاید از زندگی ما پشتو گپ نزدیم ما آقای عظیمی، حالا خود مجلس داره مشکل ایجاد میکنه رفتن به این کمیسیون ها و سپردن کاری را که در مجلس میتونه حل شد و بر جای دیگه چرا درون مجلس نمیتونن بالای این مسئله نماینده ها به توافق نظر برسن؟ خب ببینین که واقعیت ها به صورت درست انعکاس داده نمیشه او بند را که خانم ارشاد خواندن او یک فقره ایزادی است اگر که نسبت به واژه دانشگاه کدام مخالفت نبوده باشه ما گفتیم درست تاثیر میفرستیم ولی به شرط از اینکه اصطلاحات پنتون که در سایر مواد قانون است اونم بیرون میکنیم و در پیشتر در قانون ماده سوم که پندون ذکر شده اونا ما عزم میکنیم بنان روان میکنیم به مرجع علمی ولی بازم همین دوستا بودن که گفتن که نه ما قبول نداریم پندون بوده باشه وقتی که مسئله دانشگاه میشه باید به مراجع مختلف بره امی خود ارسال این مسئله به استر محکمه شما میدانید که خلاف قانون اساسی است به خاطر از اینکه استر محکمه تطبیق مطابقت قوانین عادی را با قانون اساسی دارد وقتی تفسیر میتونه صورت بگیره که قانون پاس شد و عملا قانون شد این خود قانون نیست این خود طرح قانون است که تا توشیه رئیس جمهور میره رای بسیار دراز را در پیش داره ولی باز امی دوستا بنابر ملوزی که است فرستادن گرچند که پوهان صاحب عظیمی یک شخصیت بسیار بزرگی کشور است ما چندین بار یاد کردیم که اگر در افغانستان دو حقوقدان بوده باشه یکیش پوهان صاحب عظیمی است اگر یک حقوقدان باشه یک حقوقدان اونها است بسیار شخصیت معزز و محترم ما هستند ولی در شورای عالی بازم یک مسئله را مثلا اونجا به تصویب رساندن که گویا اصطلاحات ملی است کدام قانون پیش بینی کرده که پنتون یک اصطلاح ملی است کدام قانون پیش بینی کرده که مثلا قراول یک اصطلاح ملی است که ما قانون گذارا به استناد قانون پیش بریم اصلا قانون اصطلاحات اداری و مصطلحات ملی تا هنوز به تصویب نرسیده و هیچ یک طرحش هم جور نشده یک تعداد دوستا میگه که کلمه وارداتی است من یادم میاد که وقتی مسئله دانشگاه بودیم ما دانشگاه میگفتیم وقتی آقای حکمتیار اومدن صدر اعظم شدن و ارتباطات خوب شد باز اونا خواهش کردن که ولا در پالوی دانشگاه پنتون هم بوده باشه دیپلمایی که ما گرفتیم در اون سالا دانشگاه بوده مسئله استدگاه اصلا در از لحاظ دستور زبانی ما هیچ بحث کرده نمیتونیم کلمه وارداتی یا کلمه ایرانی است شما رای حل چی است در چنین مقطعی که این قانون از این زندان بیرون شوه و یک راه حل پیدا شوه بر این مسئله این زندان که کسایی که شما زندان استیلایش استعمال میکنید کسایی که زندانبانش هست اونا باید کنار بیاید همین کسانی که تاکید به این دارن که دانشگاه نباید در پلوی پنتون تسجیل شود
اون نمونه هستند دیگه کی است. ما اگر ما می بودیم ما می گفتیم که ما پندونه قبول نداریم، تنها دانشگاه بوده باشه. ما میگیم که خب اصطلاحات گفته افس جواب، ما افس میکنیم، بسیار احترام هم داریم به پندون. کسی که ولوس میشر میگه، کسی که معباس نمیگه، جیلو نمیگه در تلویزیون ملی، ما کار نداریم. خیر به پشتو میگه، دلش که جیل میگه، دلش که معباس میگه، دلش که یک اصطلاح دیگه میگه، او میفهمه کارش. ولی این هیچ وقت نمیپذیریم که کسی دیگه بیاد ما رو بگه که نه تو دانشگاه نگو، زبان مادری ما برای ما تعریف بکنه و ما را از زبان مادری نگذاره که اصطلاحی که به زبان مادری ماست و مادرم برای ما یاد داده او را من استعمال نکنم. این دوستا میگن که ولی اهانت به جامعه، اهانت به جامعه مشکل اصلیش این است که شما یک کس را باز بدارین از استعمال بلی. کلمات زبان مادریش. این فکر میکنم اهانت به جامعه است. این به حساب تحریک و به اختناق و به نااتفاقی در کشور است. نه اینکه مثال کسی بگوید که نه در پالوی پانتون دانشگاه بوده باشه. خانم ارشاد موافق هستین زندانبانانی برای این قانون حالا وجود دارن که نمیگذارن برون شوین قانون از مجلس و چه وقت و راه حل را شما چیونه میگید؟ من میتونم برتون بگم که به از امو زندانبانا بپرسیم، چون من الحمدلله زندانبان هستم. کی است این زندانبانا؟ زندانبان نه، من از زندانبانا بپرسیم کی کی هستن، چون من بازم زندانبان نیستم. یک چیزی را که میخوام به گپای جناب عظیم صاحب زیاد کنم، همی که گفتن که این مادر ما از خاطر روان نکردیم که کلمه پانتون هم باید کشیده میشد، خودشان گفتن که ما نمیخوایم حذف کنیم. اینال وقتی که میگن که کشیده شود تا که این تصمیم گرفته شود، اینی می خودش حذف نیست، اینی می خودش نال تعصب نشانه و نال دیگه آقای عظیمی شما تعصب کردید. ببخشید من گفتم در صورتی که دانشگاه را وقت شما نگذارید. چرا نگذارید؟ خواهر عزیز ما تا آخر در این قسمت در مبارزه خود ادامه میدیم و او استادایی که اعتصاب میکنه، استادای عزیز ما استادایی داریم که اونا میگن که دانشگاه باید تسهیل شود. یک معدودی اعتصاب و چیز را به خود معدود نسازین، معدودی جامعه مدنی را به خود نسازین، جامعه تحصیلی را به خود معدود نسازین. دیگه مردم هم اینجا محصل داره، دیگه مردم هم استاد داره، دیگه مردم هم جامعه مدنی داره. ای تو زیاد تو فکر نکنی که تمام مسائل شما بوده باشین. اصلا کسایی که شما دیدین که در موقعی که لوی دانشگاه را میخواستن نصب بکنن چی جنجالای شد. اصل یک تعداد مردم زیادی که اونا میخواین که دانشگاه در این قانون تسهیل شه، ما از اون مردم هم نمایندگی میخواییم که هم پانتون تسهیل شوه که شما میخواین و هم دانشگاه تسهیل شوه که او دوستایی که ما از اونها نمایندگی میکنیم او هم قناعتش فراهم شوه. خانم ارشاد شما موافق هستین که هر دوی این واژه ها در این قانون باشه و تصویب شوه و این راه حل میتونه باشه؟ من برتون اول گفتم که از طریق قانونیش اصولیش آره این قانونی خود شما گفتین که خیلی زمان بر است این ماده خیلی نه خاندین... شاید دو ما شاید هم سه ما ولی که اونا در افغانستان در هر یک ماه دو دفعه جلسه میتن شورای عالی تحصیلات عالی، اما تشویش ما از طرف استاد است، چون ماش استاد در اینجا درج است، ماش استاد در قانون ذکر شده و تعیین شده ماشان، و موضوع بسیار مهم دیگه کیست انتخابات ما در پیش روی داریم و تمام رؤسای پانزیا و پانتونا و اینا انتخابی میشه بر اساس از این قانون، بسیار تغییرات میه بر اساس از این قانون. ما میخواستیم که قانون خودش بره، اما اینمی که زمانگیر بود یک دو ماه دیگه هم خیر یک چند سال یک کلمه پانتون تحمل کردیم، یک دو ماه دیگه هم تحمل کردیم، انشالله نمی به متن صحیح پس میامد که کلمه دانشگاه هم هیچ مشکلی نداره. باز من میدیدم او وقت او انسان را سر بالا کنه باید که نه اجازه ولی این نیست. مشکل میتونه همچنان ادامه پیدا بکنه، طوری که آقای عظیمی میگه که برخی ها قناعت نکنن به تفسیری که حالا شور روی این ماده. شما بفرمایید مصطلحات ملی چه است از دید شما؟ از من نپرسید، من دید ندارم. نه در قانون اساسی نوشته شده مصطلحات علمی و اداری موجود. من براتون مکتوب سر محکمه را میتونم خودتون بخونین، به من هیچ ارتباط نداره که من برای شما بگم که مصطلحات ملی چی است. متاسفانه که ناوردیم نمیفهمین شما هم در مورد مصطلحات ملی. من میفهمم به خود عقل نمیتونم، چون نمی باید از طرف نمی مرجع تشریح شود، تعیین شود، تنظیم شود. بعد از او باز من به خود عقل نمیتونم. یعنی تو هنوز فهمیده نمیشه که این مصطلحات ملی چی است. بسیار امکان داره یعنی مرجع بگه که پانتون اصلا اصطلاح ملی نبوده، برای که عظیمی صاحب هم خبر داره در دایره المعارف سال 1313 بوده یا 1331 است آمده کلمه دانشگاه. میشه که نمی مرجع بگه که پانتون اصلا رسمیت نداره، دانشگاه رسمیت داره، ما باز اصلا حق نداریم که حرف. آقای عظیمی این مصطلحات ملی که در قانون اساسی ذکر شده چه هست شما میفهمین؟ مصطلحاتی که ذکر شده باید طی یک قانون جداگانه تنظیم شود. این مصطلحات در تمام زبان‌ها کلمات مترادفش پیش بینی شوه، باز وقت ما میتونیم بگیم که این حالا در قانون اساسی نوشته شده مصطلحات علمی و اداری ملی موجود در کشور حفظ گردد، منظور چی است؟ ببینین وقتی در این بند قاضی از لحاظ تفسیر قانون دست باز پیدا میکنه، من میتونم که بگویم که دانشگاه یک مصطلح ملی و علمی است. کس دیگه میتونه ادعا بکنه که پانتون یک مصطلح ملی و اداری است.
بنان ما تاسفم بچی میه، تاسفم به او دوستای میه. هی دوستای عزیز که شما به نام جامعه مدنی و به نام استادا و مچم اتحادی و استادا، هی کاش که یک بار میگفتین که وکیلای ولسی جرگه چی میکنین سر واژه دانشگاه و پنتون جدال کرده؟ چرا پیشتر خانم ارشاد اشاره کردن که معاش است و دیگه مسائل تحصیلات عالی به این قانون مربوط است، میگفتین که خیر همی دو اصطلاح بوده باشه، یک روز که از زبانتان گپ نبرآمد که خیر دانشگاه باشه پنتون باشه. حالا دانشگاه و پنتون چی دردی کشور دوام میکنه؟ تصویب برسانین که قانون که تا ما معاشات و مسائل کادری و مسائل دیگه که مشکلات داره بود شد، ولی یک روز متاسفانه اینا همینطور گپ نگفتن. اگر جامعه مدنی هستن مجلس فکر دموکراتیک ندارن، بالای دو تا واژه درگیر هستن نماینده ها، نمیتونن راه حل پیدا بکنن. سعی کنین وقتی که ما زبان مادری ما میگیم در قانون تسجیل بوده باشه، ماده 16 قانون اساسی میگه دری و پشتو هر دو زبان های رسمی است. اینجا ما مرجع قانونگذاری هستیم، این وظیفه ما است که ما در این قسمت دقت بکنیم. کسان دیگه که در بیرون هستند در 100% معکلین ما هستند، حق ابراز نظر داره، ما نظریات از اونها را گرفته با در استناد نظریات از اونها در قسمت قانون تصمیم میگیریم. ولی اینا یک روز یکشان نگفتن که خیر در همین قانون هم دانشگاه بوده باشه هم پنتون بوده باشه، استره محکمه میگه پا نمیگه، جامعه مدنی ایشان هم نمیگه، استادایی که اتحادی است خوب ناما را ببینین، شما خودتون میفهمین که ابراز نظر میکنن. حتی در خود داخل شورا خوب میره اسلام میگه و شریعت میگه و دیگه باز اینا چی میگه؟ ولی همین پنتون باشه دانشگاه را چی میکنین شما؟ او از برای خدا، یعنی این قدر اگه تنگ نظری بوده باشه، خب ما هم از یک تعداد توده مردم نمایندگی میکنیم، اونا تقاضا داره که دانشگاه تسلیل شه، وقتی ما نماینده مردم نیستیم، امینا نماینده مردم است. چنانچه که او روز ما اعتراض کردیم، بعد از اینکه اعتراض کردیم رئیس جلسه گفته که رای گیری وقت صورت گرفت، در حال که هیچ رای گیری صورت نگرفت. ما ایران موندیم، ما مردم افغانستان در داخل پارلمان چیکار کنیم؟ اگر مثلا قانون را به هر شکل تصویب میکنیم رئیس جمهور قبول نمیکنه، اگر که قانون را میخواهیم که تصویب نکنیم در اینجا خلاف آرزوی ما به شکل کودتایی و دیکتاتوری یک با 90 نفر 80 نفر قانون به تصویب میرسانند. خانم ارشاد، راه حل چی است؟ چگونه این قانون تصویب خواهد شد و این جنجال ها برداشته خواهد شد؟ ببینیم، از ما هم سوال کردن که مسائلات ملی اداری چی است، گفتم نمیفهمم. از عزیزی سوال پرسان کردن گفتم نمیفهمم. کی میتونه بفهمه؟ امی مرجع علمی و تحقیقی است، نه باشون اجازه بدین، مراجع علمی و تحقیقی که است که اکادمی علوم است و ریاست شورای عالی. حالا برخی ها استدلال میکنن که واژه های نظیر پوهنتون، پوهان، پوهیالای، اینها مصطلحات ملی است یا چیزهای نظیر استره محکمه، لوی سارنوالی، شما موافق هستین که اینها است؟ ببینن وقتی که تاید نه، بعضی ها استدلال میکنن که مصطلحات ملی یعنی مثلا از استر محکمه مکتوب داره می نبرتن بنابر مصطلحاتی که در مسائل علمی اداری و ملی مانند پوهندون، پوهنزه، پوهیالای، پوهنیار، پوهنمل، پوهندوی، پوهنوار، پوهن و امثالان در اسناد تقنینی تشکیل شدن در طول تاریخ به حیث اصطلاح مرواج و معروف گردیده معمول می باشد. منتقدان شما میگن بله، منتقدان شما میگن که اینها به یک زبان است. حالا اگر مصطلحات ملی است باید از سایر زبان ها استفاده شما. ما برتون میگم اجازه بدین گپ ما ختم شه با شما گفتن بزنیم. من میخواستم که نمی تا یک لیست برای اینکه اینجا ما مترادف شام میخواستیم از طرف وکلای بسیار محترم مترادف از کلمات خواسته شده بود، مثل که گفتن دانش نیوش، دانش جو، دانش پژو و اینا رو خواسته شده. اینا ما امیر باید به یک مرجع راجع کنیم که اونا تصدیق بله. کنن یا نکنن. برای اینکه وقتی که من نمیفهمم از این یعنی راه حلش اینه که یک مرجع علمی بیاد و نظر بده. تحقیقی باید نظر بده. مجلس کاری نمیتونه شما نمیتونه واگه اونا هر آن نظری که داد امروز از این تریبون هزارها نفر مرا میبینه. ما برتون به ایمان گفتم میتونم که هیچ کس باز حق نداره که کلم بسیار امکان داره که بگه که کلمه دانشگاه قدامت تاریخی خود داشته، پانتون اصلا ارزش نداره، دانشگاه باید باشه، اصلا کس حق نداره که باز گپ بزنه. اوکی عزیزم، در اون وقتی که اگر اونطور مسئله بگه که کسی حق نداره، خانم ارشاد میگن من مطمئن هستم باز دوستان میبراین در ایگیری اشتراک نمیکنن. ببینید مسئله ملت ها ملی، وقتی ما یک پروسه را، یک استعلاح را، یک نهاد را میتونیم ملی بگوییم که تمام ملت به او اعتماد داشته باشه و قبول بکنه. اگر ما فراد عظیمی جزء ملت افغانستان هستم، ما برادر میگم که نه، هم دانشگاه ملی است هم پنتون ملی است. پنتون به تنهایی خود ملی نیست. بنان وقتی که اختلاف وجود داشت در رابطه با یک استعلاح و ملی نمیتونه شده. یکی که مثال خود ما بگوییم که ملی است، اگر که خود تنها ملت افغانستان بدانیم دیگه مردم ملت افغانستان نداریم. ولی درست است گپ شما که مقبول است. فقط یک دو ماه دیگه هم کلمه پنتون میجه تحمل میشد، شاید نمی مرجع نظر خود روان میکرد، کل مشکل حل میشد. ما ضرورت نداریم. حالا باید دیده شود خانم ارشاد،
دو ماه دیگه هم مردم منتظر خواهند ماند که چه خواهد شد. سپاسگزارم. دیگه حل نمیشه، برای اینکه ماده امروز پاس نشد، اگه ماده پاس میشد یک ماه دو ماه دیگه. هر وقتی که ماده پاش بازم از زندان بانا بپرسه. سپاسگزارم. ایلا ارشاد، رئیس کمیسیون تحصیلات عالی مجلس نمایندگان، و فرهاد عظیمی، عضو مجلس نمایندگان. و رئیس جمهور کنونی ونزوئلا نیکولاس مادورو با دادستان کل سابق این کشور ازدواج کرد. با گزارش اسوشیتد پرس، نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا خبر ازدواجش را طی نشست با متحدان دولت در شبکه ملی این کشور اعلام کرد. نیکولاس مادورو و سیلیا فلورس همسر وی در مراسمی که به سرپرستی خورخه رودریگز یکی از شهرداران حزب آکم سوسیالیست برگزار شد ازدواج کردند. سیلیا فلورس دادستان سابق کل ونزوئلا از ازدواج قبلی خود دو فرزند و نیکولاس مادورو نیز از ازدواج پیشین خود یک فرزند دارد. نیکولاس مادورو راننده سابق اتوبوس، سوسیالیست و فعال کارگری ونزوئلا که در دوران ریاست جمهوری هوگو چاوز معاون رئیس جمهور و وزیر امور خارجه بود و هوگو چاوز او را جانشین مورد نظر خود خوانده بود، در ماه آپریل به عنوان رئیس جمهور ونزوئلا انتخاب گردید. سپاسگزارم از شما هم که تا حالا با فراخبر بودید. خدا نگهدارتان.